مریض شده، ما همه همون دیشب شیف بودیم و صبح که بلند شده سردرد گرفته و میخواد یه آپوتل بریزه داخل سرم. اونا تعبا هم داری؟ اونا سترون هم هست زده تعبا، یه سرم هافسالین و فشار چند گرفتی؟ 13 بود دیگه، بعد اون نگرفتی ها؟ همه خود شبکاری و خدا شبکاری واقعا سیستم بدن به هم میرسه. همه من این ماه کلن شیفته شب هم خیلی زیاد منه. اگه آپوتل با هم نادی ها یه چیزی میگه همین تو مشکل هم به سرده داریم سبز آوی یا صورتی بگیریم پای سرون میکنم اون بر هست نه؟ چی؟ اون بر هست پای سرون بیا به عظیم رو بردیم باشت همون جا باید دستکش میبندیم دستکش میبندیم کنم 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 و این توتا پای سرون آره بگیریم چی میخواهیم؟ یه دونم چسب و یه پنبه الکل چسب آره پنبه یه پنبه الکل هم برده بگیریم بگیریم رگ بگیریم رگ آنشکت آب بگیریم و یه سرون بس کنیم من صورت هم اینجوری شده این تو از خواب بیدار شما بیا 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 همشهری تو مثل اینکه ها تو بگیر نه نه نمیشه بابا نه بعد آموزی داره بعد آموزی داره هوا گیری هم که بکر شده آه در جام بزرگی من این پشتونم یه اصلا دارو نمیده چقدر سیاه میشه چرا؟ گوه با هوای چه برینم توش اتفاقه همین رایی خوب نیست بردارم آبه میشه نازک یه بزرگ اینجا ولی خب میشه گرفت آبیه دیو شما بذاره یه ذره دستان سفر نه خوبه نه خوبه برو توش یه اتاق بهتون دادن یه کنه خونه مثلا یه اتاق بدن به شما یا مثلا کنه تو خودم حسش کرد زنده چسب چسب تو چیز هم هست کنه هم هست بایدی بچه هم نمازی بزن بود شغل پرستاری و واهنه آزید بیمونه یعنی از اون موقع شب کاری هواگیریش رو بگیریم نه نه هواگیریش هم بکنیم بله شد ما سی واسه ساعت 2 ساعت 7 همون ما سی بگی میخوای بری همون جا دیدی کی میخواد میره همون این گوه هم خوبه چه بگم اینو بازش کن دراز بکش بازش کن دراز خب این سرمه هفت سالی سرمشم که بره اوکی دیاز بکشه؟ آقا شما در اینش کار میکنید؟ شما در این خواهی آقای اوکی؟ دکتر حسن زاده زایمان هستم من آقای حسن زاده هستم آقای محمدی که بگیریم آقا شیفت شبیم امشب و بیمارستانیم و بیمارستان شروعه کانال دارم آقا اشکال نداره که فیلم بگیرم آقا از چهرت نمیگیرم چون کانال یوتیوب دارم از چهرت نمیگیرم اگر گرفتم سانسور میکنم چهرت
نوار کارت من قبلا زیاد گذاشتم، ولی خب مثلا الان این آموزش که میزنم بیشتر برای بچه های پزشکیه، یعنی مثلا مردم زیاد حالا حتی آشناییشون بیشتر با این که چجوری نوار کارت میگیرنه. حالا این نوار کارت میگیریم الان، مثلا خیلی از الان بچه های دانشجوی مثلا پرستاری یا بچه هایی که قبلا اینجا کار میکردن خواه همه تو کانال من هستن، یعنی یه جوری مثل دفترچه خاطرات میمونن. تا با حال نمارو قلب گرفتی خودت؟ فشار گرفت. این نمارو قلب که میخواییم بگیریم باید دستا کنار بدن باشه، پیرن بالا و پاچه های شلوار هم یه مقدار باید بدیم بالا و چهار تا در واقع لید اندامی داریم که دست راست قرمز، دست چپ زرد، پای چپ سبز و پای راست مشکی. بعدم اینایی که الان بهش میگن بار، بار میگفتیم که رنگ بندی دارن و این پارا باید به ترتیب قرمز و زرد و از سمت راست به سمت چپ وصل میکنیم و بعدش هم که این دکمه آبی رو میزنیم روشنش میکنیم. روشن که شد الان داره کم کم داره نمودارش رو نشون میده و باید پارازیت هم نباید داشته باشه، باید صاف باشه. الان مثلا اینا پارازیت هم الان تازه داره چون داره وصل میکنه کاتر رو یکم پارازیت. حتما حتما الان دیگه صاف شده با و دکمه سبز رو میزنیم و اینجا نوار میاد بیرون. تو حین نوار گرفتن هم شما بیچ شما نباید تکون بخورین، حتی سرفه یا حالا نفس عمیق هم زیاد نباید، کاملا عادی باید باشین و تکون هم نباید بخورین، چون اگه هر لحظه تکون بخورین اینجا پارازیت میندازه و نوار خراب شد. البته بعضی دستگاه ایکیجی قابلیت فریز کردن دارن که دیگه فریز میشه دیگه، یعنی هر چقدر مریض تکون بخوره دیگه مهم نیست، ولی خب این دستگاه ایکیجی قابلیت فریز کردن نداره. و به این حالت حالا نوار رو میگیریم و نوارش فکر نکنم مشکلی خاصی داشته باشه، یکم برادی کارد هست. چیز ورزشکار هستی یا مشکل ضربان قلب به طور طبیعی باید بین 60 تا 100 باشه. الان ایشون ضرباناش کم هست، یعنی زیر 60 هست. فاصله بین این دوتا ببینید زیاده، ببینید فاصله بین هم میگن QRS، یعنی ضربان هایی که در واقع فعالیت الکتریکی قلبه، فاصله شون ببینید خیلی زیاده و این نشون میده یعنی ضربان این آقا مثلا زیر 60 و حتما باید دکتر قلب بره و معاینه انجام بده. بذار دست کنم بیارم تو برو بسو خواهم میگی؟ من میرم خب نبسته خب دوستان عزیز من همین حالا اگه توی خونه کسی رو داریم که فشار خونه بالایی داره چیه هم مشکل چیه؟ دهنش خوف شده، حمل عرض داره. بعد دکتر پرسیدم دوستان در واقع پروسه در واقع نوار قلب گرفتن رو ما قبلا هم توی کانال گذاشتیم، این که شما آشنایی داشته باشین با اینکه وقتی بیمارستان میان اگه خواستین نوار قلب بگیرین برای پروسه نوار قلب گرفتن به چه صورته و حالا ما اینو فقط جهت آشنایی گذاشتیم و اگه توی خونه هم میگم کسی دارین که فشار خون یا دیابت داره حواستون باشه که معاینات ادواری انجام بده، یعنی چکاپا رو انجام بده، دکتر قلب بره، اکو بشه، فشارش حتما تنظیم بشه و در واقع اگه علائم درد قفس سینه یا درد معده یا عرق سرد، رنگ پریدگی اینا رو داشت، مخصوصا اونایی که فشار خون بالا دارن حتما بیمارستان بیان یا زنگ بزنید 115، اگه نمیتونید مریضتون رو بیارید حتما زنگ بزنید 115 اگه وضعیتش زیاد جالب نباشه. و الان ما اینجا پروسه نوار قلب گرفتن رو در واقع گذاشتیم، گرچه قبلانا هم گذاشته بودم. Thank you.
چیزای زرده.